دعایی کنمت بهتر از این خندعت از ته دل شوق بسم الله الرحمن الرحیم و به ی سلوات صلوات بر خاتم پیغمبران نبی مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و وسلم و خاندان برگزیده ایشان همچنین ارزی سلام و ادب دارم خدمت یکایک یک شما مؤمنان شما که امشب هم بنده افتخار دارم میزبان شما باشم در برنامه به وقت بیداری بنده به نمایندگی از جمع زیادی از همکاران خودم مخصوصا همکاران فنی افتخار دارم تا این برنامه را به صورت زنده و مستقیم از رسانه جهانی هادی تقدیم نگاه مهربان شما بزرگواران کنیم امیدواریم در وعدگاه چهارشنبه این بار هم بتوانیم سربلند از کار براییم جناب استاد رزوی لطف کردن امشب هم تشریف آوردن تا امشب هم بنده و هم شما به رسم ادب استماع کنیم از فرمایشات حضرت عالی و انشاءالله استفاده باریم جناب استاد سلام علیکم سلام, سلام علیکم, علیکم و رحمت الله شب شما هم بخیر عرض سلام دارم خدمت شما مجددن و همه بینندگان عزیز بسیار لطف کردیم استاد با توجه به مشغله هایی که روزها زیاد هم هست خوش. فرصت بالاخره به با برنامه خودتان اختصاص دادین ما میتونیم امشب هم در ادامه مباحث مصادیق معروف منکر از حضرت علی ان استفاده ببریم در خدمت مست. شما خواهیم بود ات... جلسه گذاشته ما بحث تنبیه آغاز کردیم و من میخوام که در همه ابتدا به خاطری که عزیزان شاید به تازگی به جمع بینندگان ما پیوسته باشند میخوایم یک مقدمه ای از شما ان داشته باشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم نبهنا یا منبه الامور همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم تنبه و بیدار کردن از غفلت ها یکی از معروفات الهی و مصداق معروف خداوند متعال است در مورد هم معروف هم جلوگیری از منکرها کاربرد خودش را داره همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم تنبه یعنی آگاهانیدن پس از غفلت و در پی یک غفلت اهمیت بحث به حدی است که اگر حقیقتا انسان در نظر داشته باشه یکی از مشکلات زندگی فردی و اجتماعی انسان یکی از موانع پیشرفت زندگی انسان در امور اخلاقی امور دینی و مذهبی و امور اجتماعی غفلت هاست لذا وظیفه این است که در قبال غفلت ها و اون خواب های بصیرت و معنویت انسان مدیران جوامع بزرگان خانواده و افرادی که سر و گوشه از امور دینی دارند اینها کسانی را که به غفلت فرو رفته واقعا از اون خواب غفلت بیدار کنم و با این وضعیت اکثر مشکلات زندگی انسان و عواقب امور انسان هم از دید ظاهری و مادی هم از نظر معنوی بسیار بسیار روشن میشه و خوب میشه چون اگر انسان در غفلت فرو بره خب این غفلت مانع از پیشرفت های انسان میشه غفلت مانع میشه که انسان اون اخلاق شایسته را در برابر دیگرا رعایت نکنه غفلت عواقب بد فرجامی داره که انشاءالله در خلال مباحث خدمت همه بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد و مهمترین مسئله اینه که ما ببینیم مصادیق اموری که اینها سبب بیدار کردن میشه و سبب غفلت میشه و در قبالش سبب تنبه دادن و بیدار کردن میشه چی چیز هاست. ما کدام مصادیق رو در جوام فعلی ما داریم که در حقیقت میتونیم به عنوان مصداق غفلت معرفی کنیم خیلی چیزها هست که اینها سبب غفلت میشه و از مصادیق غفلت ها. از مصادیق غفلت ها. یکی از اینها رو عرض کردیم عمر انسان است این عمر گران را میبینیم بعضی ها در خواب غفلت صرف میکنند و بدترین زیان ها را از این قضیه میبینن مصداق دیگرش که حقیقتا در جوامع فعلی ما مظاهر مختلف داره جوانی است خب جوانی یکی از بره ها و زمان های بسیار ارزشمند زندگی یک انسانه که حقیقتا اگر انسان جوانی خودش را با غفلت سپری کنه دیگه قابل بازگشت و برگشت نیست جوانی چیزیه که اگر از دست انسان هدر رفت و با یک آن غفلت قسمت از جوانی را ما از دست دادیم دیگه برای ما بر نمیگرده شما می بینید جوانان حالا متاسفانه مبتلا به غفلت‌های های گوناگون در زندگیشان شدن و هستن یعنی استمرار داره ما همین جوامع اسلامی رو وقتی در نظر میگیریم میبینیم جوانان ما به خاطر اون غفلت‌ها به خاطر اون قفلت ها بچی بلیه بزرگ فردی و اجتماعی مادی و معنوی گرفتار شده شما ببینید از مظاهر قفلت پیروی کردن از تعداد آداب و رسومی است که اینها در فرهنگ اسلامی اصلا جایگاه نداره جوان امروز دنبال متپرستیه خب میبینیم مثلا لباس از چند جا شده. وقتی از آقا سوال میکنیم چرا خب این زشتیه دیگه لباس انسان پاره باشه لباس پاره رو انسان بپوشه از یک جا دو جا سه جا میبینیم به تعبیر ما پتلون ها سراخ است بدن نماست حالا در پسران زشتی داره اما در دختران حقیقتا از زشتی بالاتر است یک منکر است از منکرات الهی چون حفظ بدن خانم دختر جوان یکی از چیزهایی است که شرعا بر همه کسانی که زندگی میکنه مخصوصا جوانان خب عواطف در اینها در دختر و پسر به حد نهایی خودش میرسه خب ببینیم بدن اینها نمایانه و حفظ این بدن واجب است تمام بدن خانم جزء محرمات الهی نمایندانش برای دیگران پس بنابراین ما باید چکار کنیم در قبال قضیه مقداری بصیرت و آگاهی بتیم برای جوانای ما و اینها را از خواب غفلت بدار کنیم خب آقای عزیز جوان عزیز دختر گرامی پسر گرامی و جوانی که تو در بهترین سن زندگی خودت قرار داری آیا این پیروی کردن در مد و لباس شایسته یک انسانی که واقعا معدب به آداب انسانی و اخلاقی و بالاتر از اون اسلامی هست می باشه یا نمی باشه مسلما این طوری نیست خب میگیم چرا میگم مود شده خب خیلی چیزها مود شده آیا مود اگر مطابق, عرف باشه ارزش داره خیلی چیزها هست که در عرف رواج پیدا میکنه اما شهر اینها رو مضموم حساب کرده شما ببینید این یک از مظاهر غفلت در سن جوانی است که الان در جوامع اسلامی ما اکثر مبتلا به این قضیه هست آرایش های ناشایست خب عمر خودش را جوانی خودش را صرف میکنه دنبال پیروی کردن از موهای کذایی چرا؟ به خاطر این که مثلا این حالت آرایش در دختر یا در پسر مد شده از طرف فلان کشوری مثلا در فلان منطقه و ای آمده در کشورهای اسلامی راه پیدا کرده جوان ما را دوچار یک غفلت تکاسوری میکنه که اطراف زندگی ای را ای غفلت احاطه کرده غرق در موت در مد شده غرق در آرایش های مدل کذایی شده که از فلان کشور مثلا ای وارد شده و شاید اکثر اینها نه تنها مذموم بلکه محرم باشه حرام باشه استاد، در لباس گاهی اوقات بدتر هم میشه گاهی اوقات ای افرادی که خودشانه به می خودشان روز میدانند خودشان به مود روز بالاخره نگه میدارن لباس های آنچنانی میپوشن نه تنها خودشان از این مود استفاده میکنن بلکه به بقیه که سعی میکنن آداب اسلامی را رعایت کنن آداب انسانی را رعایت کنن کنایه میزنن که شما عقب مانده هستین شما به مدی که بالاخره ما استفاده میکنیم شما به این مد نیستین و شما شاید فکرتان اقب مانده است خودتان اقب مانده استین از این لحاظ ما واقعا بله جای تاسف خب در همین جا ما باید به این جوان ما خاطر نشان کنیم و بیاموزیم و این از خواب غفلت بیدار کنیم که هرچی در عرف مد مشه یا از فلان کشور وارد مشه دارای ارزش نیست دارای ارزش نیست نه تنها دارای ارزش دینی نیست بلکه عقل هم اینها را مضموم حساب میکنه و بد میداند آیا لباس پاره در زندگی انسان بالاخره معقول است اگر ایطوری می بود که اوریانی در حیوانات خیلی بیشتر از انسان است چرا انسان کاری کنه که برخلاف دین خودش باشه برخلاف شعر خودش باشه برخلاف اخلاق و آداب انسانی باشه و به علاوه مخالف با آداب دینی و ژست های دینی و مدل های دینی انسان باشه خب در اینجا لازمه که ما کسانی را که دستن در کار در رابطه با این مسائل مد، لباس، موها و انواع دیگر که جوانهای ما مبتلا هست اینها بالاخره مردم را به آگاهی و بصیرت و از اون خواب های غفلت که جوانان ما را احاطه کرده و اطراف اینها را گرفته بیدارش کنم لذا در جوانی انسان باید معدب با آداب اخلاقی و انسانی و اون چیزی باشه که دین اسلام مخصوصا برای پیروان خودش سفارش کرده و به خصوص اخلاق اهل بیت علیه السلام لذا اگر انسان در جوانی خودش از عمر خودش در راه کمال در راه پیشرفت در راه تعلیمات دینی اخلاق خوب و شایسته استفاده نکنه فردا برایش پشیمانی پیش میایه همونطور که در احادیث داریم حضرت امام محمد باقر علیه السلام بفرماید وعلم انک ستسأل و السلام جوان انسان شما بدان که فردا از ات سوال میشه ازا وقفت بین یدی الله وقتی در محضر خداوند متعال استاد میشی وقتی در روز قیامت در روز محشر در روز واپسین و زمان حساب در پیشگاه خدا قرار میگیری و اونجا دستت از همه چیز کوتاه میشه خدا ازت میپرسه یکی از سوالها ها اینه که جوانیت را در کجا صرف کردی جوانیت را در کجا صرف کردی حیف نیست که ما از ای زمان عنفوانه که برای ما در جوانی پیش آمده استفاده های بهینه و شایسته نکنیم و این غرق در شهوت ها در بازی ها و در اموری بکنیم که هیچ گونه ارزش نداره و به سبب غفلت در نهاد جوان ما جا پیدا کرده شما ببینید الان یکی از چیزهایی که حقیقتا عمر و جوانی جوانان ما را به باد فنا میته استفاده کردن از بازی های مجازی در فضای سایبری و امثال این هاست ما میبینیم بعض از بچه ها را الان در بهترین سن زندگی خودشون قرار داره در بهترین سن زندگی خودشون قرار داره یعنی از فاصله مثلا 15 تا 25 اینها روز و شبشان و چی بسا ساعت از روز و شبشان صرف بازی های میشه که اینها هیچ گونه ارزش نداره حالا درست شاید باعث مثلا زیادی حافظه انسان شود فکر انسان را باز بکنه اما ما باید اهم و مهم بکنیم آیا ببینیم ای بازی ها در فضای مجازی حالا به علتهای مختلف وارد شده و سازنده های اینها برای جوانا این آمدن درست کردن آیا این اهمیتش بیشتر است یا اون چیزهای دیگری که حقیقتا اگر انسان از اونها پس بیفته و غفلت انسان در خودش به اونها ببره دیگه اصلا قابل برگشت نیست بازی رو ما میتونیم هر زمان انجام بتونیم ما نمیگیم این بازی ها انجام نگیره بلکه باید انسان از فرصتهایش استفاده خوب و شایسته بکنه اهم و مهم بکنه در باب تزاهم مگه باید ما اهمها را مقدم کنیم و مهمها را پشت سرش انجام بتیم خیلی چیزا در زندگی ما در زندگی جوانان ما هست که اینها دارای اهمیت بیشتر است مثلا رعایت اخلاق بچه ای که الان مشغول بازی اینترنتی مشه دیگه هیچی سرش نمشه مادر بند خدا از اونجا صدا میزنه بلند شو سفره رو پهن کن میگه باشه بازیم تمام شد بله برو درست رو بخوان میگه باشه بازیم تمام شد خب ببینید در این فاصله جوانی وقتی پسری در این مرحله میره به دانشگاه و دانشگاه او درس های دانشگاهش مهمه یا بازی انترنتی که مثلا یک ساعت یا نیم ساعتی مثلا فکر انسان رو باز میکنه قطعا اهمیت در خواندن درس در رعایت آداب اخلاقی در درون خانه های ما و در امور اجتماعی است که اگر جوان ما از ای غفلت کنه و کسی نباشه که این جوان رو بیدار کنه حالا در خانه مدیریتش با مادر هست و با پدر اگر کسی نباشه این جوان دختر یا پسر را از مدهای کذایی آرایش های کذایی صرف وقت در بازی های هدر رفته به خودی بیدار کنه فردا اون زمان میرسه که به تعبیر او شاعر میگه وقتی پیر شد دلم یاد جوانی میکنه بعد میخوایم ساز جوانی و نغمه های جوانی را بزنم اما طاقت متاسفانه دیگه توانش از بین رفته و تابش از بین رفته دیگه نغمه های روحانی را نمیتونم به جا بیارم عبادت نمیتونم درس نمیتونم بخوانم بالاخره کارهای اخلاقی و کارهای شایسته را نمیتونم به جا بیارم و این در اثر غفلت ها پیش میه و لازمش اینه که انسان در این موارد بسیار دقت کنم مخصوصا مدیران کارآمد خانه و خانواده و اجتماع در این غفلت ها را برای جوان های ما یا ببندند یا بیدار کنند جوانان ما را که بالاخره ببینید این عمر شما هدر میره از این غفلت نکنید که فردا باعث پشیمانی بشه. استاد چقدر جوان های ما نوجوان های ما این روزها بالاخره در فضای مجازی درگیر مسائلی هستن که شاید ذره به نفع اینها نباشه اینها از یادگیری باز میمانند حالا شما گفتین پوهنتون گای اوقات اینا شاید در مراحل ابتدایی پایانتون ها نرسند خاطری که اینها فرصتی برای یادگیری نداشتن ذهن ها اینها درگیر چیزهایی شد که هیچ سودی نداشتند بله متاسفانه ما الان در بین جوان ها یعنی حقیقتا خودم میشناسم دوره لسانس باید در مثلا چهار سال تمام آقا هفت سال هشت سال الان داره درس میخونه اما متاسفانه لسانسشو نمیتونه بره نمیتونه بگیره چرا علتش اینه که در این بره و مقطعی که قرار داره غفلت‌هایی که سبب شده ای گرفتاری پیدا کنه و حاشیه بره همست. عمرش را هدر داده دیگه ای عمر برگشت نپذیره ای جوانی برایش به دست نمیه خب فرداهای زندگیش دوچار هزاران هزار گرفتاری و مشکلات دیگر میشه از طرف خانواده، از طرف کار از طرف ازدواج و برنامه های دیگری که در زندگی انسان وجود داره و متاسفانه غفلت ها سبب ای گرفتاری های انسان میشه این یکی از مصادیق غفلت که نیازمند تنبهه و در بعض موارد حتی نه تنها جز معروف ها هست که از مصادیق منکره و باید حقیقتا ما به این توجه داشته باشیم لذا اهمیت تنبه و بیدار کردن از غفلت ها با این بیانی که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم کاملا چی میشه روشن میشه مصداق دیگرش غفلت از استعداد هاست استعداد ها. ها. ببینید انسان مستعد فراگیری اخلاق متعالی الهیه چرا؟ به خاطر اینکه خود آیه مبارک قرآن انسان را به عنوان امین الهی معرفی کرده انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین حمل يحملنها و منها و حمله الانسان انه ظلوما جهولا در آیه مبارکه هفته دو دوی سوره احزاب انسان را به انوان امانت دار و امین الهی معرفی کرده میگه ببینید ما در روزی که در اونجا معیار سنجش ارزش ها بود ای امانت خود ما را حالا امانت بالاخره بار تکلیف بار اخلاق همه ای اینها میتونه در زیل این کلمه امانت جا بگیره میگه ما بار امانت خود ما را عرضه کردیم بر آسمان ها بر زمین بر کوه این ها اینها نتانستند این بار امانت را به دوش بکشن اما انسان ای بار امانت را قبول کرد در فطرت انسان این بار امانت نهاده شد لذا انسان امین خداوند در روی زمینه امین خداوند، امانت دار امانت بار خداوند, خداوند باید این بار به طور کامل و مستوفا به صاحب امانت برگرداند حالا یکی از این امانت ها استعداد انسان به خاطر اینکه این امانت یکی از مصداق دادن یک استعداد متعالی به انسان است یعنی انسان در راه پیشرفت به کمال میتونه سیر سعودی منتها داشته باشه تا خودش را متصف بکنه به صفات خدای متعال از مرحله نزول گرفته تا مرحله متعالی سرود میتونه این بار امانت در درون انسان در فکر انسان در فطرت انسان در وجدان انسان جا بگیره لذا از این استعداد بسیار وسه انسان باید در مسیر خودش که اون مسیر هدایت الهی مسیر رفتن به سوی کمال متعالی مسیر رفتن به سوی اون چیزی که خدا از انسان اراده کرده که اون رسیدن به کمال سعود و کمال سعادت است استفاده کنم اگر این استعداد را استفاده نکرد یا در مسیر خودش استفاده نکرد اینجا دو مطلبه یک مرتبه هست ما از این استعدادی که در نهاد ما هست در وجود ما هست استفاده نمکنیم یک دفعه استفاده میکنیم اما در مسیر غیر اون چیزی که باید از این استعداد خود ما از این فکر ما توان ما استفاده کردیم هر یک از اینها نیاز به تنبه داره نیاز به بیدار کردن داره چون چه بسا غفلت ها انسان را از استفاده کردن از این استعداد خودش محروم میکنه گاهی هست اما طوری که ارس کردیم ما درس نمیخونیم از این استعداد ما استفاده نمیکنیم گاهی درس میخوانیم به مرحله دکترا هم رسیدیم تخصص هم رسیدیم اما این استعداد ما را در جهت خودش استفاده نمیکنیم الان متاسفانه در کشور اسلامی افغانستان و بیشتر کشورهای اسلامی از این استعدادها در مسیر شایسته خودش استفاده نمیشه ببینه الان جوانای ما کشورهای خودشان را بعد از این که به مرحله عالی بهرهگیری از استعداد رسیده ترک کردن متاسفانه بله ما می‌بینیم جوانای ما از افغانستان عزیز خود ما در کشورهای مختلف از استعداد خاص بهرمند شدن تخصص خودشان را گرفتن دکترای خودشان را گرفتن و حتی فوق تخصص خودشان را گرفتن ده. الان در کجای یعنی اینا متاسفانه رفتن یک ابزار شدن برای کشورها و جاهایی که نباید از این استعداد در اون مسیر استفاده شود ده. فردا چی جواب مگن؟ آیا جوانای دختر ما، پسر ما، مدارس ما، مکاتب ما، ورزشگاه های ما، خدمت تنرس کنون بیمارستان های ما و امثال اینها نهادهای های دیگری که اینها نهادهای اجتماعی به حساب میاد نباید از این استعداد ها استفاده کنند اکثر اینها از بیت المال اسلامی تزریق شدن بله استاد اجازه میتین یک سرعت کوتاهی داشته باشیم میان برنامه ای که عزیزان اتاق فرمان آماده کردن با هم ببینیم و ان باز هم در خدمت شما در و دوم خواهیم بود در خدمت شما سلامت باشین بعد از لحظات بسیار کوتاه باز خواهیم گشت در محضر استاد رزوی با مبحث بسیار مهم تنبیه از مصادیق معروف و منکر خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین حیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روز مره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستیم و قرار و آرام دلهای بیقرار من جستو چه جوییم و جستو کرا خانیم که همه تویی و جستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی می مانم یعنی به تو امید دارم خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین چه انتظار عجیبی چه انتظار عجیبی تو بین منتظران هم عزیز من چه قریبی عجیب تر عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت چه بیخیار نشستی نکوششی نه وفایی فقط نشسته و گفتی خدا و کند که بیایی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم عرض سلام و عدب و خوش آمدگویی مجدد خدمت یکایک که شما بزرگواران در بخش دوم برنامه امشب همچنان در محضر جناب استاد رزوی کارشناس معارف اسلامی هستیم در ادامه سلسله مباحث مسادق معروف و منکر انشاءالله امشب در بخش دوم برنامه همچنان در مبحث تنبیه از محضر ایشان استفاده خواهیم برد جناب استاد مجددا سلام عرض میکنم سلام علیکم و رحمت الله همچنان خدمت همه بینندگان عزیز سلام در خدمت بارد. شما هستیم استاد در ادامه مصادیق تنبیه مصادیق قفلت و بالاخره آنچه که موجب میشه که ما قفلت بکنیم آنچه که موجب میشه که ما عمرمانه، ما نه جوانی ما از دست بتیم و شما رسیدین به بحث استعدادها در خدمت هست بله همونطور که عرض کردیم یکی از چیزهایی که حقیقتا لازم بالاخره دستندرکار دستندرکاران اجتماعی و خانواده ها از این نکته غفلت نکنه بهرهبرداری صحیح از استعدادهاست یعنی هم این استعدادی را که ظرفیت همه چیز را داره در مسیر خودش ما استفاده کنیم و هم کاربرد اینا بهینه کنیم و در حقیقت در جایی ازش استفاده کنیم که در اونجا لازم ما از استعداد خود ما استفاده کنیم این یکی از مصادیق مصادیق دیگری که حقیقتا نیازمند تنبه هست و انسان در موارد حادی به اونها گرفتار مشه و انسان را به مراحل خاصی میرسانه خب استفاده کردن غفلت کردن از اخلاق است غفلت کردن از دیانت است غفلت کردن از پیشرفت هایی که انسان میتونه اونها را داشته باشه دوری از رضائل پایبندی به انسانیت و امثال اینها که دیگه حالا خودی اینا یک بحث های مستقل را لازم داره و ما به طور خلاصه راجع به این مطالب اشاره داشتیم انسان لازمه در این موارد از خوابهای غفلت خودش بیدار شود و اگر خودش از این خواب غفلت بیدار نشد کسانی که حقیقتا بیدار کننده از این خوابهای غفلت وظیفه دارند به عنوان یک مدیر خوب اسلامی در خانواده در اجتماع دیگران را راهنمایی کنه و این خوابهای غفلت را از روح و روان انسان و از بصیرت و معنویت انسان بشویه و پاک کنه و انسانها را بیدار کنه بدا. استاد در همین تودا من فرصت مختلف شما را پول ارتباطی را اعلام میکنم و انشاءالله سوالی دارم که از محصر شما خواهیم پرسید بفهمم. مثبت 964 780 255 40 راه ارتباطی ما و شماست بسیار راه نزدیک مستقیم و 24 ساعته شما میتونید در هر ساعتی از شبانه روز با واتساپ برنامه در ارتباط باشین فایل های خودتان از قبیل صوت های زیبایتان متن هایتان و ویدیوهایی که احساس میکنید در این برنامه میتونه بالاخره مورد استفاده قرار بگیره برای ما روان کنید شما میتونید برنامه رو به صورت زنده و مستقیم در این ساعت و همچنین در پخش های مجدد از فضای مجازی از برنامه های آپارات فیسبوک اینستاگرام و یوتیوب دریافت کنید ما همچنان منتظر این پیام های سازنده و این مشارکت های مهربانان شما بزرگواران هستیم جناب استاد رزوی سوال بعدی بنده ای است که عوامل قفلت زای نیازمند تنبیه کدامند بریم و شرح بدیم بله عوامل غفلت آور که نیازمند به تنبیه هست اینا به دو دسته تقسیم بشه بعض عوامل عوامل درونی و بعض عوامل عوامل برونی است عوامل درونی یعنی بعضی اسبابی به خاطر استفاده خوب در وجود انسان از طرف خداوند متعال نهاده شده که از این اسباب ما به طور خوب و شایسته استفاده کنیم اما در بعضی موارد ما میبینیم از این ابزار الهی ابزار صحیحی که باید استفاده درست مشود استفاده درست نمشه یکی از اینها نفس انسانن در وجود انسان نفس انسان کاشته شده و به تعبیر دیگر نهادی نشده تا اینکه انسان نفس خودش را بسوی نفس مطمئنه پیش ببره بسوی نفس مطمئنه پیش ببره یعنی به یک مراحل در زندگی خودش به تعالی برسه که اطمینان بخش باشه بالاخره ما به با این مرحله ای که رسیدیم دیگه احتمال خطا و لغزش نیست اونطوری که در ائمه و انبیا بوده مراحل پایین ترش نفس مطمئنه در وجود انسان هم میتونه کارآفرین باشه یعنی ما به توسط نفس خود ما تلاش کردیم به یک روح متعالی رسیدیم لغزش ها در ما کم شده نفس لوامه در حقیقت نفس ملامتگر ما را ملامت کرده از رفتن به سوی اون چیزی که لغزش ها در وجود انسان است حالا ما از نفس مطمئنه خود ما استفاده نکردیم لوامه را هم در کنار دست خود ما گذاشتیم الان نفس اماره بر ما حکومت میکنه این نفس اماره یکی از عوامل است که از درون انسان چه بسا انسان را دچار غفلت ها میکنه اونطوری که ما در آیات قرآن عظیم و داریم در داستان یوسف ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی در اون داستانی که زریخا برخورد کرد با حضرت یوسف و یوسف به عنوان خوابگزار خواب ملک مصر را اون رؤیایش رو تعبیر کرد رو یا رؤیای صادقانه شد خب ملک مصر درخواست کرد که زلیخا هم باشه یوسف هم باشه بالاخره اینجا کدام اینها یک حرکت ناشایست انجام داده جریان های پیش آمد و ها آمد در بعضی از تفسیرهایی که به این تعبیر بیان کرده قضیه را میگه زلیخا گفتی حرکت حرکت ناشایست از طرف ما بوده ما یوسف را با اون عظمت در حقیقت به یک سوء تفاهم رساندم به تعبیر ما به کاری که نباید میکردم دست زدم و در حقیقت ملامتش کردم و در حقیقت اینه در معرض ملامت دیگرها قرار دادم بعد علتش رم آیه قرآن میگه خودش گفت که بله من نفسم رو تبرعه نمیکنم من هم مثل همه آدما نفس دارم یا نفس دارم نفس میکشم و نفس دارم و این نفس ما نفس اماره بوده که در حقیقت مرا وادار کرده به این کار ببینید حالا اگر ما در زندگی خود ما تابع این نفس اماره شدیم برتر از اون زلیخایی که تمام امکانات زندگی در دستش بود و در اختیارش بود خانم عزیز مصرم بود در بیشترین مراحل مادی که داشت خب بالاخره یک جایگاه خاصی برای خودش بود و برای او در حقیقت وجود داشت با این همه امکاناتی که داشت با این همه بالاخره قدر و مقام و منزلت و جایگاهی که داشت باز هم دوچار یک لغزش شد این لغزش سببش چی بود اون نفس اماره ای که خودش اعتراف میکنه میگه نفس من نفس اماره من مرا وادار کرد تا دست به یک کار ناشایست بزنم و یوسف در معرض ملامت قرار بگیره ولی حقیقتا اینطوری نیست این یکی از تفاصیل است خب حالا ربط به مطلوب ما اینه که اگر انسان در زندگی خودش تابع نفس اماره شد این نفس اماره خیلی کارها میکنه در بعض موارد انسان را با بصیرت به سوی انحراف میکشه با بصیرت خودش میدانه با علم خودش میدانه این راه راه انحراف گناه میکنه معصیت میکنه آگاهانه آگاهانه دنبال معصیت را میفته خب اینجا این نفس اماره اینو وادار کرده در بعض از مسادق بالاخره الهام از نفس اماره غفلت برای انسان به وجود میایه این نفس اماره نه تنها انسان رو واداری به گناه میکنه که یک مقداری به اون مرحله خفیه ای که خود انسان اصلا متوجه نمیشه انسان را به بیراه میکشه و اون بردن انسان در محیط غفلت پس اگر ما از این نفس اماره خود ما تبعیت کردیم در حقیقت یکی از مصادیق تبعیت از نفس اماره رفتن در خوابهای غفلت در زندگی انسانه که اینجا دیگه نفس اماره ما رو به بیراه ها میکشه به سوی بد میکشه خدمت تا کنم به سوی انحراف میکشه به سوی بدینی میکشه به سوی غفلت از پیشرفت در زندگی میکشه و الا ماشاءالله بالاخره جریان های دیگری که در زندگی انسان زندگی فردی انسان زندگی فرهنگی انسان زندگی اجتماعی انسان وجود داره این نفس اماره انسان را با اون غفلتی که یکی از ابزارش هست وادار به کجروی میکنه و به خواب رفتن میکنه لذا باید ما مواظب این نفس اماره خود ما باشیم که هیچ که ما از دستش در امان نیستیم استاد یک حدیثی به ذهن بنده آمد اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک حدیث, بله. حدیث زیباییه بله. خیلی حدیث زیباییه این حدیث در واقع برای خود بنده بسیار درس آموز است از این خاطر که نفس ما در واقع به گای اوقات نفس اماره ام بله. دشمنترین دشمن ماست که در درون ماست درست. ما گای اوقات در خیلی از قفلت هایی که در زندگی در طول عمر ما داریم بقیه را مقصر میدانیم ولی در واقع آن چیزی که از درون ما را تحریک کرد به انجام آن قفلت در واقع نفس ما بوده درست در خدمت بله عامل دیگری که حقیقتا خیلی مؤثره در فرو بردن انسان در قفلت ها و نیازمند به تنبه هست همنشینی با افراد ناباب است همنشینی با افراد ناباب بالاخره نمیگیم افراد ناباب تنها پیرمرد های تنها مثلا زن های تنها دختران ها، تنها پسران ها. هر کسی اگر در مسیر تعالی و سعادت خودش از اون شیوه های مناسب استفاده نکرد این میشه فرد ناباب و اگر ما با او در ارتباط باشیم احتمال داره که ما را از راه های تعالی و رشد باز بداره و به خوابهای غفلت فرو ببره و معنویت ما را بصیرت ما را هدف قرار بده و اینها را ما چکار کنیم در حقیقت فراموش کنیم و این یکی از چیزهایی است که حقیقتا میتونه عامل بسیار بسیار مهم باشه در روایات هم در آیات هم از همنشینی با افراد ناباب دوستان نامناسب ما را آمده نهی کرده به خاطر اینکه یک فردایی در انتظار ما هست که اگر ما از خواب غفلت بیدار نشیم او روز ما را از خواب غفلت بیدار میکنند و حسرت هایی که از این غفلت در وجود ما پدید آمده دیگه کارگوشا نیست آیه این باره که قرآن و یوم یعز و ظالم و علا این آیه خیلی آیه زیباست در این مورد میگه روزی فرا میرسه که در محضر الهی قرار میگیره انسانی که با دوست ناباب نشسته بوده در زندگی خودش اما با چی حسرتی با چی تأسفی کار به جای میرسه که پشت دستش را با دندان مگزه نه تنها یک دستش را ببینید حسرت مراحل خاصی داره بعضی مواردش بسیار بسیار در حد بالای خودشیه علایده اگر انسان بعضی وقتا خیلی زیاد تأصف میخوره نه تنها یک دستش را پشتش را گاز میگیره که بالاخره هر دو دست را با دهان خودش گاز میگیره عشان. میگه اگر انسان در دنیا با دوست های ناباب هم نشینی داشته باشه فردای قیامت وقتی از این خواب غفلت بیدار میکنند حسرتش به جای مرسه که هر دو دست خودش رو پشتش رو با دندان مگزه یقول آیه قرآن خیلی زیبایی قضیه رو ترسیم کرده اصلا برای ما نقاشی کرده میگه ببینید اگر شما ای آیه رو پیش چشم خودتان تصویر کنید و یک نقاشی از نشستن با دوست ناب برای خودتان تصویر کنید در فکرتان و در مغزتان به این کیفیت است که میگه ای آقا در روز حسرت میگه ای کاش ای کاش با پیامبران و برگزیدگان الهی که مرا به سوی راه سعادت میرساند من دوست میشدم و یا لیتی لیتنی لم اتخیز فلانا خلیلا ای کاش من با اون دوست ناباب دوستی نمی کردم تا این روز حسرت برای من پیش بیه ببینید چقدر ای آیه مبارکه زیبا ترسیم کرده میگه اگر انسان از دوستهای خوب استفاده کنه دوست خوب پیامبران ائمه رهبران صالح قرآن عظیم و شن، ارشادات ائمه دستورات راهنمایان صحیح دینی این چقدر قشنگ انسان را برای سعادت برای تعالی میرسن و برای رشد میرسن اما اگر انسان به خواب غفلت فرو رفت و با دوستان ناباب هم نشینی کرد فردا دست خودش را با دندان خودش مگزه و این حسرت هم هیچ فایده ای نداره چون کار بجای جای مرسه ببخشید کار بجای جای مرسه که دوست نواب حتی انسان را از دیانت انسان دور میکنه از دین انسان دور میکنه از خدای انسان دور میکنه از راه رشد دور میکنه زندگی دنیای انسان را هم به فنا زندگی اخروی انسان را هم به فنا میته حالا یک شهر نزول هست که ما در قبلم عرض کردیم دو تا دوست بود در ضمن همین آیه به نام اخبه و عبی سه دقیقه وقت داریم کم تر سه دقیقه بل. اخبه و عبی آقای اخبه یک آدم پولدار بود سفرهای تجارتی میرفت و بالاخره وقتی برمگشت کسانی رو مهمان میکرد یک دفعه رفت و برگشت پیغمبر عظیم و شن مهمان کرد اما یک دوستی داشت به نام عبی نام یه آقای عبی آدم منحریفی بود وقتی در سفر بعد از سفر اقبه ادهی را مهمان کرد از جمله پیغمبر را اوبای آمد گفت که ای دوستی با تو اصلا فایده نداره دیگه با تو اصلا دوست نستم من گفت چرا؟ گفت تو رفتی پیغمبر را دعوت کردی بعد ای آقای اقبه به خاطر هم با یک انسان فاسد مثل اوبای گفت اصلا دست از پیغمبر را میکشون یا با دوستی تو با تو دوستم اما پیغمبر هیچی بینه اینجا کار به کجا میکشه الان در زندگی های ما متاسفانه همینطوریه اگر انسان با دوستان ناباب زندگی کنه دوستان ناباب و همنشینی با دوستان ناسالح و ناشایست انسان را به راهه های میکشه که انسان هم در زندگی دنیاوی خودش خسران میبینه هم در زندگی واپسین خودش و اونجاست که اگر حسرت بخوره که مرا برگردان بر اساس آیات میگه کلا هرگز امکانش نیست تو در خواب غفلت بودی پس عزیزان دوستان بینندگان لازم انسان در این دنیا از غفلت ها دور شوه و متنبه شود و بیدار شود و بصیرت پیدا کند خدا خیرتان بیتا استاد تشکر بس. میکنیم برای بنده که مفید بود انشالله برای عزیزان بینندم همینطور باشه من فکر میکنم هنوز مباعث بسیار مهمتری از بحث تنبیه مانده و ما جلسه بعد هم حتما در خدمت شما خواهیم بود به شرط حیات انشالله. از شما خدا خداحفظی میکنیم استاد تشکر از تک تک شما بزرگواران هم تشکر می‌کنیم. تا این لحظه برنامه خودتان همراهی کردین امیدواریم هر جا که هستید سربلند و موفق باشید انشاءالله روزگار بر وفق مراد شما باشه و انشاءالله بتوانیم همچنان یاری نگاه مهربان شما را همراهی نگاه مهربان شما را در برنامه داشته باشیم برنامه را به پایان میبریم با دعای همیشگی خودمان اللهم این نهاد منک و من رسولک و من حجتک